حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما رام. قطع همکاری یک طرفه صدا سیما با خبرنگار قدیمیش توی روم و صحبت‌های دردناک حمید معصومی نژاد از 30 سال خدمتی که برای صدا سیما کردش و به خاطرش زندان رفت و کلی تهمت و سختی رو تحمل کرد، ولی در نهایت الان 5 ماه هستش که صدا سیما یه قرون بهش پول و دستمزد نداده و حتی زنگ نمیزنه حالش رو هم بپرسه. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های دردناک حمید معصومی نژاد رو با هم میشنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام ممران همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید دوستان. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. حمید معصومی نژاد رو احتمالاً خیلیاتون خوب بشناسید، یکی از قدیمی ترین خبرنگارهای برومرزی ایران که توی ایتالیا سالهاست برای صدا سیما گزارش تهیه میکنه. شاید جالب باشه بدونید که حمید معصومی نژاد خبرنگار ثابت صدا سیما نیستش و یه جورایی کارمند صدا سیما حساب نمیشه و به صورت پورسانتی و پروژه‌ای برای صدا سیما کار میکنه. بیش از 30 سال هستش که برای صدا سیما گزارش داره تهیه میکنه، ولی خب نه هیچ وقت رسمی شده، نه حقوقی بهش دادن و بازنشستش کردن. الانم که اخیراً یه مصاحبه انجام داده و مدعی شده که 5-6 ماه هستش که هیچ پولی از صدا سیما دریافت نکرده و توی شرایط بد اقتصادی و مالی قرار داره. حمید معصومی نژاد گلگی هم از حمایت نشدنش از صدا سیما توی این 30 سالی که براشون گزارش تهیه میکنه داشتش و گفتش که من هیچ مال و اموالی نتونستم به دست بیارم و توی این 30 سالی که کار کردم توی صدا سیما تنها داراییم یه خونه 60 متری حومه شهر هستش که اونم طبقه 4 و آسانسور نداره. تازه جالبه بدونید که حمید معصومی نژاد همسرش هم به عنوان مترجم توی گروه‌های سیاسی که بازدید می‌ذاشتن توی ایتالیا همکاری می‌کرد. حتی توی بازدید اخیر حسن روحانی توی شهرهای مختلف ایتالیا هم مترجم اختصاصی حسن روحانی بودش. بریم با هم قسمت‌هایی از مصاحبه و صحبت‌های حمید معصومی نژاد و گلگی که از صدا سیما توی این 5-6 ماه اخیر داشته و حتی ازش حالش رو هم نپرسیدن رو بشنویم. من گفتم 5 ماهه که به حال الان در خبرها نیستم، این مدت بنده هیچ درآمدی نداشتم و در شرایط خیلی سختی هم هستم، ولی ما توکلمون به خداست، همچنان محکم ایستاده ایم و شرافت و اعتبار حرفه‌مون رو زیر پا نمیذاریم. یه مقدار اون چهره شادا و بشراش شما پسش یه مقداری سر چیزا هست دیگه، داریم میبینیم، درسته؟ حالا من تو جزئیات نمیرم، ولی البته این مسئله فقط به من مربوط نمیشه. من گفتم حدود 7-8 نفر هستیم خبرنگار آزاد فارسی زبان. در یک جمله بخوام اینو خلاصه کنم، اینه که واقعا شاید انصاف نباشه برای کسی که به هر حال خودم تغییر رو دارم مثال میزنم که حالا قبل از انقلاب فعالیتمون، بعد از انقلاب جبهه، ولی بعدش هم در اینجا به خاطر اینکه نام صدا سیما رو یدک میکشم و اینجا به عنوان خبرنگار صدا و سیما هستم و یه مقدار کم به هر حال حالا مردم به من لطف دارن، اینجا زندانی هم کشیدم، در سلول انفرادی 2 ماه بودم، 3 ماه در حصر خانگی بودم و مشکلات بسیار بسیار زیادی داشتم. من واقعا بغض کردید الان شماره؟ بعد از این همه مدت حداقل یه تماس یکی بگیری بگی آقا شما دیگه خبرنگار ما نیستی. من نوعی نمیگم، کل خبرنگارا رو میگم، واقعا یه مقدار کم لطفیه، ولی ما گفتم بنده خودمو فرزند صدا سیما میدونم. خب رفقا، حتما نظرتون راجع به صحبتایی که حمید معصومی نژاد انجام دادهش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید واقعا این انصافه که این خبرنگار که 0-100 همه کاراش رو هم خودش انجام میده و از فیلم برداری تا تدوین و گزارش گرفتن و همه چیز رو به صورت تک نفره و انفرادی انجام میده، یه همچین برخوردی باش از سمت صدا سیما بشه و حتی حقوق قانونیش رو هم بهش پرداخت نکنه و بعد از 30 سال خدمت کردن توی صدا سیما اینجوری دستمزدش رو بدن. حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که الان روی صفحه هست رو تماشا بکنید.